درود بر مردم عزیز ایران. یکی از ویژگی های زیبای انسان اینه که اون تنها میتونه امید به آینده زندگی کنه، امید به زندگی. اما آیا هست؟ این تماس از زندان فردیس میباشد. ما یه بار زندگی میکنیم و یه بار میمیریم. پس خوش باد کسایی که زندگی رو زندگی کردن. کشوری که توش به دنیا اومدیم معنی چیزهای زیبایی مثل عدالت، صلح، دوستی، امنیت، آرامش، آزادی و نظیر اینها به درستی درک نکردیم. چون هر کدوم از این چیزهایی که گفته شد لازمه درک کردنش داشتن و تجربه کردن اونها. من حمید زرایی در دادگاه و مقابل قاضی که درک از عدالت نداره حضور پیدا نمی کنم. چون اگه عدالتی تو این کشور وجود داشت، به خاطر فکر و عقایدم، به خاطر گفتن حقایق و طلبیدن حق، برای بار دوم زندانی درگیر نمی شدم. چون اگه عدالتی وجود داشت، کسی که خودش رو مجری قانون می دونه به خودش اجازه نمی داد هر توهینی که می خواد بکنه. به همین گفتن شماها رو باید بندازین تو فاضلا، چون به درد همونجا میخورین. وقتی مردین حتی جسدتون رو نباید تو این خاک دفن کرد، چون خاک این کشور رو کثیف میکنین. وقتی من رو تحویل پلیس امنیت دادن، دستبندم رو اونقدر محکم بستن که تو 4 روز موج دستم کبود بود و درد میکرد. و فقط به این دلیل که نخواستم کیفم رو از رو زمین بردارم، هلم دادم و زدم تو دهن. این تماس از زندان فردیس می باشد. به این گفتن دفعه دیگه اگه دستگیرت کنیم کمترین مجازاتت زندانه. یه پرونده روانی برای درست می کنیم و می فرستیم بیمارستان روانی. حتی به من تعرض جنسی روانی هم شد. من رو بردن توی اتاق و گفتن که باید بازرسی بدنی انجام بشه و به کل لباسات بردیم. وقتی این کار را کردم، همون افسر مرد که خودش دستور بازرسی بدنی رو داده بود اومد داخل و وقتی داد زدم که چرا میای داخل، مگه نمیدینی من هیچ لباسی تنم نیست، حتی بیرون نرفت و فقط یه مقدار روش رو برکرد. ما وقتی نسبت به خودمون یا دیگران بی‌عدالتی می‌بینیم، اون چیزی که به همون صدمه می‌زنه درد جسمی نیست، بلکه رنج روی از بی‌عدالتی که آزار دهنده است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا، ژینا، امینی همچنان امید داریم برای پیروزی زن، زندگی، آزادی.